بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. دوست عزیز، ما در این ویدیو خواهیم آموخت که چطور می توانیم احسان‌نامه مالی موضوعی کرایه را با استفاده از سیستم ارائه احسان‌نامه های الکترونیکی یا ای‌فایلینگ ارائه نماییم. در قدم اول با استفاده از یوزرنیم و پسورد آن داخل سیستم شده و بعدا روی دی فایلینگ در اینجا و هم در این بخش روی فایلینگ و بعدا دی فایلینگ کلیک نمایید. در بخش دیو فایلینگ احسان‌نامه مورد نظر خود دریافت نموده و بخش جستجو رفته. در این بخش رنت یا کرایه را نوشته، تمامی احسان‌نامه های کرایه لیست شده. فعلا احسان‌نامه مورد نظر خود دریافت میکنیم. دوره سوم سال 1399 روی اینجا کلیک نموده. در صفحه کریت اسسمنت معلومات راجع به مالیات دهنده و احسان‌نامه مالیاتی درج شده میباشد. این معلومات در تمامی احسان‌نامه ها درج میباشد. در بخش دوم شما میتونین پیش پرداخت های مالیاتی خود را مجرا بگیرین. و در بخش سوم شما باید معلومات راجع به کرایه ماهوار خود را درج نمایید. در صورت که مبلغ کرایه 10000 تا 100000 باشد در این بخش، تابع 10% مالی موضوعی می شود. و در صورت که بیشتر از 100000 باشد در این بخش درج شده و تابع 15% مالی موضوعی می شود. فرض میکنیم که کرایه ماهانه ما 30000 افغانی باشد. در لاین دوم درج نموده و بعدا دکمه سبمیت فشار میدیم. در بخش نوتیس آف اسسمنت نشان میدهد که احسان‌نامه شما به صورت موافقانه ارسال گردید. در این بخش تمامی معلومات راجع به مالیات دهنده و احسان‌نامه مالیاتی درج شده باشد. داکیومنت نمبر معلومات شما اضافه میشود. در این بخش معلومات که ارائه گردیده و معلومات که در سیستم ارزیابی گردیده درج شده می باشد. مالیه 10% به صورت خودکار توسط سیستم درج گردیده. در بخش پرداخت ها مبلغ قابل پرداخت، جرایم سنجش شده، پرداخت صورت گرفته و بالانس که باید پرداخت کرده درج شده می باشد. بعد از چک نمودن شما می توانید اضافه مالیاتی خود را دانلود و پرینت نمیده و در صورت تغییرات رو اینجا کلیک نمیده. فعلا احسان‌نامه خود را دانلود میکنیم. منتظر میشیم که احسان‌نامه دانلود شود. بعدا فایل دانلود شده را باز میکنیم. این هم احسان‌نامه مالیاتی شما میباشد که باید نزد خود نگهداری نمایید. یک کپی از آن را پرینت نمیده و یک کپی را به صورت صاف نزد خود نگهداری کرده. احسان‌نامه تمامی معلومات راجع به مالیات دهنده، احسان‌نامه مالیاتی، مبالغ سنجش شده و مبلغ قابل پرداخت می باشد. همچنین معلومات که ارائه گردیده. در صورت که بخواهید شما در یکی از بخش های احسان‌نامه مالیاتی خود تغییرات بیارین به بخش نوتیس آف اسسمنت رفته و روی دکمه Edit Assessment کلیک نمایید. در صفحه Edit Assessment مبلغ سبمیت شده را تغییر میتیم یا مبلغ ارسال شده یا ارائه شده را تغییر میتیم. به می روش شما میتونید تمامی احسان‌نامه های ای‌فایلینگ را تغییر بدین. بعد از تغییر مبلغ سبمیت شده روی سبمیت کلیک نموده و تغییرات شما در سیستم درج می‌گردد. در صورت که شما چندین جا بکرا گرفته باشین، در صفحه Create Assessment سطر دهم، سطر بیستم و سطر چهلم خانه‌پری می‌شود. در قدم اول باید جدول مالی کرایه تهیه گردد که در برگیرنده معلومات راجع به کرایه گیرنده و کرایه دهنده باشد. همچنان دوره مالیاتی، تعداد ماه، کرایه ماهوار، فیصدی مالیه، مجموع کرایه و همچنان مالیه وضع شده. مجموع کرایه که کمتر از 10000 افغانی باشد در سطر دهم درج شده.
مجموع کرایه‌ای که 10,000 افغانی الا 100,000 افغانی باشند در سطر 20 در شده تابع 10% مالی موضوعی کرایه می گردد و مجموع کرایه‌ای که بیشتر از 100,000 افغانی باشد در سطر 40 درج گردیده تابع 15% مالی موضوعی کرایه می گردد. بعد از چک نمودن اظهارنامه خود روی دکمه سبمیت کلیک نمایید. بعد از ارسال اظهارنامه صفحه نوتیس آف اسسمنت ظاهر شده، شما میشه در اینجا معلومات که ارائه نمودین و معلومات که در سیستم ارزیابی گردیده چک نمایید. مالیه 10% سنجش شده، مالیه 15% سنجش شده، مجموع مالیه سنجش شده، مجموع مبلغ قابل پرداخت و در بخش پرداخت مبلغ قابل پرداخت جرایم سنجش شده، پرداخت صورت گرفته و بالانس یا پرداخت که باید صورت گیرد. بعد از چک نمیدن روی دکمه پرینت کلیک نمیده صفحه پرینت پریوی ظاهر می شود. اینجا شما معلومات راجع به مالیه دهنده و اظهارنامه مالیاتی را دریافت میکنید. بعدا حداقل یک کپی از اظهارنامه مالیاتی خود را پرینت نموده و یک کپی آن را به صورت صاف نزد خود نگهداری نمایید. شما میتونید به همین روش اظهارنامه های مالی موضوعی کرایه را در سیستم ارائه اظهارنامه های الکترونیکی یا ای فایلینگ ارسال نمایید. تشکر از توجهتان. در رهنمود بعدی روی ارائه اظهارنامه مالی موضوعی قراردادی کار خواهیم کرد.